نرسیدیم اون رو بیان بکنه در بحث تفتیش عقاید. بفهم. اینها میان فقط به افراد، به مسلمان‌ها که اونجوری مقابله کردن در جنگ های صلیبی، نسبت به خود مسیحیان اینطور برخورد کردن. بعد حالا گاهی ممکنه یه نفر به قول اونا بدعت گذار باشه، یک بحثایی رو مطرح کرده باشه، افراد عادی مقابله با دستگاه کلیسایی، باز اون رو ما بیایم بگیم. اما برخی از شخصیت های بنام و شخصیت های مطرح که اینها عالم بودن و دلیل و مدرک با دلیل و مدرک بحث میکردن، اینها رو متاسفانه آوردن و باهاشون برخورد های خیلی تندی کردن. اگر تصویر لپتاپ من رو داشته باشن، یکی از این شخصیت ها جناب میکائیل سروتوس هست که اصالتا اسپانیایی هست، با مطالعه کتاب مقدس، همینطور که ما داریم ناگفته ها رو میگیم، مطالعه میکرده دقیق کتاب مقدس رو، به این نتیجه میرسه که مسئله تثلیث که بر حسب اعتقادنامه نیقیه برای عموم مسیحیان امر مسجل شده بوده و قطعی شده بوده و فرمان به این شده بوده که باید معتقد باشن، در کتاب مقدس وجود نداره. با دلیل و مدرک هم این مطلب رو بیان کرده. خب کلیسای پروتستان ایشون رو به خاطر رد تثلیث در سال 1553 زنده زنده در آتش می سوزانن. یعنی برخورد با یک عالمی که آمده و داره یک نظر علمی رو در رابطه با کتاب مقدس بیان میکنه، نگفته من حضرت عیسی رو قبول ندارم، نگفته من این اعتقاد تثلیث در کتاب مقدس با این شکلی شما بیان میکنی نیست، نیامده. که این رو جناب جان ناس در تاریخ جامعه ادیان صفحه 680 و 81 آورده. دیگر شخصیت مایکل ساتلر هست که یکی از وحشیانه ترین و سخت ترین و سخیف ترین شکنجه ها رو در مورد ایشون میان اعمال میکنن. این یک نظرات خاصی رو داشته و از به نوعی نظرات اعتقادی رو اومده بیان کرده. در سال 1507 اعدام میشه، ولی جالب حکم اعدامش ببینید چی هست. میگه مایکل ساتلر به جلاد سپرده شود تا او را به محل اعدام ببرد و زبانش را ببرد، آنگاه اون را به گاری ببندد و با انبر تفتیده دوبار بخش‌هایی از بدنش را بکند، آهن داغ شده رو بزنه و قسمت‌های از گوشت بدنش رو جدا کنه. پس از اینکه او به بیرون از دروازه برده شد، 5 بار دیگر به همین شیوه بدنش دریده شود. پس از اینکه به دستور عمل شد، او را به عنوان یک بدعتکار سوزاندن تا خاکستر شد. برادران همقطارش با شمشیر به قتل رسیدن، یعنی که مردهایی که پیروی او بودن با شمشیر به قتل رسیدن، و زنانی که همراه بودن، خواهرانش یعنی زنهایی که هم پیروی او بودن، رو در آب غرق کردن. همسر وی نیز چند روز بعد غرق شد، یعنی نه که همینجوری رفت غرق شد، بردن او رو به زور در دریا انداختن و او رو غرق کردن. چرا؟ چون مایکل ساتلر نظری مخالف کلیسای مسیحیت داره بیان میکنه، که این رو مسیحیت از لابلای متون رابرت وان و ولس که مؤلفان مسیحی هستن در کتابشون آوردن. ببینیم آقا، کسانی که داعیه دار صلح و محبت و اندیشمند هستن، عالم هستن، اینا دیگه برای خودشون خلاصه در زمینه علم و دانایی